نکته اخیر خود را، یا الله تو شاهد باش که خاص به خاطر تو میگم، کسانی که به تحت نام جبهه مقاومت در گوشه و کنار کار میکنن، تو جوان مخلص که فریب خوردی به نامهای مختلف، این را میگم که یک کلمه میگم که در صحرای محشر نگی به ما کسی نگفت، تو کسی که در مقابل حکومت اسلامی استاده میشی، بغاوت میکنی تحت هر نامی که هست، خصوصا به نام جبهه مقاومت، تو جوان که کشته میشی آخرت تو وخیم هست. والله آخرت تو وخیم، والله العظیم از روی دلسوزی میگم، والله العظیم از روی شفقت و برادری میگم، آخرت خود را متوجه باش. انسان یک مرتبه به دنیا میآید، یک مرتبه هم از دنیا میره. متوجه باش، پیش خود فکر بکن، الان در مقابل حکومت اسلامی اشغالگری هست؟ خب دیروز به کجا بودی که اشغالگرا بودن؟ دیروز کجا بودی که فساد اداری و فساد اخلاقی به اوج خود رسیده بود؟ دیروز کجا بودی که رسانه ها و بالاخره لجام گسیخته به اوج خود بود؟ دیروز کجا بودی که دختران افغان در زیر پای دشمنان الله و رسول در بگرام و اینها جان میداد و به اونها تجاوز میشد؟ کجا بودی که دیروز سینر سپر میکردی؟ برو بالاخره از عالم، حالا حرف من قبول نداری؟ از چهار تا عالم ربانی دیگر پرسان کن، نه از علمایی که کاسلیس امریکا و اروپا و یهود و نصارا. برو از چهار تا عالم خدایی و لیلایی منطقی خود پرسان بکن، بگو که همی اگر کشتشم مرگم چی حالتی داره؟ برو سوال بکن، نه از علمایی که امروز هم پشت مرزها تا دیروز کاسلیسی امریکایی یار میکردن، بعد افتادن به دامان روافض و بالاخره دشمنان ابوبکر و عمر، و بعد بالاخره حال پشت مرزها ششتین و بالاخره فتواهای خودسرانه خود صادر میکنن. خیلی جالبه، یکی از علما که تا دیروز اشغال بود، بدبختی بود، صد جنایت بود، با مملکت سکوت بود، حال بیرون از مرزها رفته، میگه امروز افغانستان اشغال شده. بچه افساله را هم استاد کنیم، از او پرسان کنیم، بگیم امروز افغانستان اشغال شده. برو تو جوانی که در جبهه مقاومتی، برو بالاخره از علمای ربانی پرسان بکن. دلم می سوزه، دلم به تو جوانی که شاید به روی بالاخره عقیده تو فریب بدن، از فقر استفاده کنن.